الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر موافق باشید دعای فرج رو ابتدا و هم دیگه قرائت کنیم، بعد در خدمت دوستان باشیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فیها طویلا. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. خیلی خوشحالم که مجدد در خدمت همه دوستان خوب محفل انسم. عرض کنم که ما البته به دوستان گفته بودیم که یه خلاصه آدم حسابی رو دعوت بکنم به مجموعه ما، ولی ظاهرا بین دو نفر خلاصه از ما به عنوان اینکه فقط جلسه پر بشه اونها دوستان قضیه نگاه بکنن، ولی من خیلی خوشحالم که به حال شاید در از جلسات حضوری اولین جلسه است که در واقع راه دور در خدمت دوستان هستم. امیدوارم که همه هم در صحت و سلامتی باشن تو این شرایط و خلاصه در بودن کنار خانواده تو قرنطینه هم خلاصه لذت ببرن. بحثی که در واقع قرار شد که ما در خدمت شما باشیم، چون جلسات قبل ما عمدتاً بحثایی که میکردیم بحثای یه مقدار سلسله مراتبی و شاید تو دو سه جلسه بحث میشد، بنابراین یه مقدارم دوستان میدونن که سیاق بحثای ما به حال یه استراکچرهای خاص خودش بیشتر مبتنی بر استدلال بود و اون بحثای مقداری واقعیتش چند جلسه بودن رو میطلبه. این جلسه چون یک جلسه قراره که ما در خدمت دوستان باشیم، من حس کردم اگر بحث مشخصی رو که حالا مبنای استدلالی بخواد داشته باشه و مقدماتش رو بیان کنیم و بخوایم ادامه بدیم، عادتا ممکنه که نشه جمعش کرد توی جلسه. لذا با توجه به زمانی هم که مقدار به حال نزدیکی داشت با زمان ولادت امام عصر علیه السلام، به این جمعنی رسیدم که چند تا روایت رو در خصوص ایشون با هم دیگه دوره بکنیم و عرض کنم که نکاتی رو که شاید مباحث اعتقادی متعلق به این باشه و باز البته مبتنی بر روایات باشه رو با هم دیگه گفتگو کنیم. حالا اگر در آینده قرار شد مباحثی رو جدیتر پیگیری بکنیم و یا چند جلسه ای باشه، حالا شاید بشه این آقای مباحث رو شاید مفصلتر بعداً مطرح کرد. بنابراین نگاه من تو این جلسه نگاه در واقع یه چند تا روایت خوندن و به بهانه اونها بعضی اعتقادات رو با هم در واقع مرور بکنم. قبل از اینی که در واقع بحث رو شروع بکنیم، در واقع من خواستم یک روایتی رو خدمت دوستان بخونم که حالا به بحث مهدویت ارتباطی نداره، ولی واقعیتش احساس کردم روایت رو اول برای خودم یه تذکری بخونم و بعدم دوستان از کلام انجم مؤمنین استفاده کنیم. امیرالمؤمنین فرمان علیک بالآخره تعتک دنیا ساقره، میفرمان که تو مراقب آخرتت باش، دنیا خودش زلیلانه پیش تو میاد. که این روایت واقعیتش یه مقدار روایتیست که روایت حالا یه جورای عجیب غریبیست، یعنی در واقع حضرت میفرمان که تو حواست به آخرتت باشه، دنیا خودش ذلیلانه سراغت میاد. ممکنه این برداشت بشه که در واقع شما دنیا رو رها کن و در واقع به آخرت بچسب و دنیا رو اساسا کاری نداشته باش، خود دنیا سراغت میاد. من نمیخوام این بحث رو باز کنم و تفصیلا در مورد صحبت بکنم، بیشتر یک روایت اخلاقی است که بزرگی بر من خوند و من لذت بردم، گفتم این رو هم لذتش رو بر شما منتقل کنم. شاید خوب باشه که هر کدوم از دوستان در واقع پیش خودشون فکر بکنن که کجای زندگیشون بعضا خلاف این عمل کردن و یکی دو تا مثال برای خودشون مسئول این قرار بدن و اون رو جلو ببرن. مثالی که به ذهن من میرسه و خیلی هم کاربردیه، من فکر میکنم هر روز میتونه دغدغه همه ما باشه، یعنی خیلی ارتباطی به اینکه کجای دنیا باشیم و چه شغلی داشته باشیم و چه کسب و حرفی داشته باشیم نداره، به نظرم بحث نماز. ما معمولا وقتی که وارد نماز میشیم بعضی موقع ها خلاصه به مسائل اصلی زندگیمون حالا دید خودمون میخواییم فکر بکنیم. حالا دانشیست که
داریم جلو میبریم، کار اقتصادی است که داریم میکنیم، حرفه‌ای که داریم، بچه‌مون، ارشدمون که خانواده‌مون، یا مسائل مثل دغدغه هایی که قرار بعد از نماز و خلاصه بهش برسیم. به نظر یکی از جاهایی که من خودم دارم تلاش میکنم، تمرین میکنم که مصداق این روایت رو حداقل تو نماز سعی کنم، حالا از مثلا فرض کنید 1% توجه هم برسونم، 5% توجه، به نظر یکی از مصداقای خیلی خوبش نماز. یعنی هر وقت آدم میخواد زمان نماز ذهنش متفرق بشه، یه چیزی که دنیایی است، هر چیزی که ذهنش رو مشغول میکنه، به نظرم خوبه که این روایت زیبا علیک بالآخره رو به ذهن بیاره، که تو نماز حواست به همین نمازت باشه، توجهت به این نمازت باشه، اون چیزی که نگرانشی و میخوای حلش بکنی بعدا تو دنیا، اون رو در واقع شما در واقع وسط حل خواهد شد و اون ذلیلانه به سراغ تو خواهد آمد. و افرادی که به این در واقع فرمایش امیرالمومنین عمل کردن، و خودم کم و بیش تو زندگی شاید معدود دفعاتی که توفیق داشتم عمل کردم، واقعا به نتیجهش هم رسیدم و بزرگانی هم که بر ما اینها نقل میکنن شهادت میدن که واقعا به این رسیدن. بنابراین حالا من مصداقای دیگه هم ذهنم هست، ولی چون اساسا بحثم به این روایت مربوط نیست، صرفا از جهت متبرک شدن جلسه‌مون ابتداعا کلامی از امیرالمومنین گفتم به این کلام در واقع رجوع کنیم و ازش بهره ببریم، و امیدوارم به حال این یه نکته‌ای باشه که همون ازش استفاده بکنیم. بحث در مورد امام عصر علیه السلام یه بحث مقدار سختی است برای من، هم از این جهت که خب مثل بقیه بحث‌ها عمدتاً سوادش رو ندارم و این رو بدون تعارف عرض می‌کنم، و جدای از سواد که روی کاغذ در واقع اون قلب و معرفت انسانی که ما در واقع دوستانی که ما رو نزدیک می‌شناسن می‌دونن که ما مقام شوت الله الاکبر خلاصه رسیدیم. بنابراین این هم اگر زمینه بفرمایید و صحبت در مورد امامی که امام زنده است و در واقع حاضرند و در واقع بر ما ناظرند و در واقع در مورد این بزرگوار صحبت کردن، به نظرم یه مقداری خلاصه در حال دو مراتبی رو میخواد. من صرفا میخوام تو این جلسه مثل بقیه سیاق جلساتمون صرفا بیانگر و در واقع نقل قول کننده بعضی روایات باشم. اومدم فکر کردم چجوری بحث رو جلو ببریم. خب قاعدتا تو جنبه های مختلف میشه صحبت کرد. من چون باز میگم یک جلسه هست، احساس کردم بعضی نکاتی که احساس میکنم خوبه که یادآوری بکنیم به همدیگه، این رو بیشتر صحبت کنیم. اولین نکته این هستش که وجود امام عصر علیه السلام نعمته. ما در واقع روایت زیادی داریم که امام علیه السلام رو نعمت نامیدن، و شما میدونید که در واقع همه آنچه که ما داریم در واقع از وجود مقدس امام عصر بر ما آمده. در قرآن داریم و اسبغ علیکم نعمت و ظاهره و باطنه، که در یک روایت امام کاظم علیه السلام فرمودن نعمت ظاهر امام آشکاره و نعمت باطن امام قایبه. البته تفاصیل دیگه ای هم شده این، ولی این حالا به حال به بحث ما میخوره. یعنی ما یک نعمت باطنی الان داریم که اون امام عصر علیه السلام. نکته ای که اینجا هست هستش که بعضی موقع ها ما بحث امام عصر علیه السلام رو یه جور بحث فانتزی انجام میدیم، به این معنا که واقعیتش خیلی موقع هم از خودم میپرسم که نبود امام عصر علیه السلام چه تأثیر دو زندگی من داره. و برعکس اگر فرض فرمایید حضرت فرض فرمایید که 5 سال پیش ظهور کرده بود، ما در این قیام شرکت کرده بودیم، برخی از ما شهید شده بودند، برخی از ما زنده بودند، برخی ها جانباز شده بودند، و الان حضرت تشریف داشتن و ما هم اینجا نفس میکشیدیم، اون زندگی اون موقع ما با الان چه فرقی میکنه؟ این سوالی است که من همیشه از خودم میپرسم. شما وقتی دنبال یک کسی میگردید، الان وقتی که همه دنبال واکسن کرونا میگردن، بخاطر اینکه احساس نیاز میکنن نسبت به اون در واقع خلع یا اون بلایی که نازل شده، ما چه خلعهایی رو در خودمون پیدا میکنیم که واقعا مضطر میشیم و امام رو میخوان؟ خیلی از ماها معمولا داریم زندگیمون انجام میدیم،
زندگیمون هم کم و بیش بر روال، هم روال طبیعی مادیش رو داره تعیین میکنه، هم از برکات و معنویات داریم استفاده میکنیم، از زیارت لذت میبریم، از دعا، از مناجات، از گریه، از همه اینها لذت میبریم. واقعیتش این که به خودمون رجوع بکنیم، عرض کنم که حس ما برای اینکه امام عصر علیه السلام تشریف بیارن، چه بخشی از وجود ما، چه بخشی از خلأهای ما رو میخوان پر بکنن. باز این یه بحثی است که من مثل بحث اولم میخوام دوستان رو متذکر بشن که در مثلا خلوت خودشون به این فکر بکنن. و واقعیت هم مثلش که هر چقدر ما به این فکر بکنیم، عمق فهم ما از نداشته هامون افزایش پیدا میکنه و هر چقدر شما نداشته هاتون رو به رخ خودتون بیارین، احساس نیازتون به امام عصر رشد میکنه. یه راهش معمولا افراد انجام میدن، میگن که جهان پس از ظهور، از خوبی های پس از ظهور میگن که کیف کنن از اون جهان، و اونها رو وقتی که شما نگیت بکنید خلاصه میشه چیم؟ میشه نداشته های علامتون. یه راهش اونه و البته خوبه. یه راهش هم نیست که شما ببینید که اون خلأ های معرفتیتون، اونجاهایی که از جهت فهمتون توی دین، اونجاهایی که از جهت حتی زندگی مادیتون دچار خلأ میشین، اونجا حس بکنید که یک ولی اصلیست که کنار شماست و ایشون اگر بود میتونست خیلی منشأ نعمت ظاهری برای شما بشه. اینم صرفا این تذکری که من می‌خواستم مثل همیشه اول و دوم سوم به خودم و بعدم یک پیشونی خدمت دوستان عرشم. واقعیت امر این استش که اگر به جمع مجموع اهل بیت علیهم السلام نگاه بکنیم، به نظر میاد که قریب ترین امامی که ما در واقع میتونیم نام ببریم امام عصر علیه السلام. حالا تو اینکه قربت یعنی چی، من بعضی جنبه هاشو فهرستوار میدم و بعد در واقع میشه تفصیلش رو دوستان خودشون مطالعه بکنیم. یکی از جنبه های این قربت قدر ناشناخته امام عصر، یعنی در واقع اون نعماتی که به ما میرسه، همه عالم مسلمان و غیر مسلمان همه متنعم وجود ایشون هم، اما چه درصدی از این انسان ها و حتی شیعیان در واقع متذکر ایشون. واقعا اگر به خودمون رجوع بکنیم، آیا ما هر روز به حضرت متذکر میشیم یا نمیشیم؟ و اگر پاسخون است که نمیشیم و بعضی موقع میشیم، خب این خیلی واقعا شرم‌آوره. باید واقعا واسه خودمون برنامه‌ریزی کنیم، مثل چیزای دیگه که برنامه‌ریزی میکنیم. شاید یکی از راهکارهاش که بزرگی میگفت، میگفت حداقلش اینه که شما مثلا اذان اقامتی که میگین، میخواید مثلا فرض فرمایید که نماز رو شروع بکنید، قبل از شروع نماز فقط یه سلام کوتاه به امام عصر سلام بدید. این حداقلش نیست که ما هر روز 5 بار این سلام رو خدمت ایشون خواهیم داد. بنابراین در واقع نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون بگم هستش که این غالبا ما این بحث ها رو داریم میکنیم که ازش استفاده بکنیم، و در واقع این استفاده برای این هستش که بتونه معرفت ما رو در واقع زیاد بکنه و در واقع بتونیم از این بحث ها استفاده بکنیم. یکیش اینه، این قدر ناشناخته، یعنی این که من بیام یه برنامه پلنی ولو کوچیک، چون اگه ما بگیم هر روز بیام دعای عهد بخونیم، ممکنه 5 روز اول، 10 روز اول بنده این کار انجام بدم و بعد بذارمش کنم. به نظرم با یه چیزای کوچکی که ولو اثر خودش رو هم میذاره، حتی اون نماز شما ممکنه در واقع اون رنگ و بو رو بگیره، این حس رو بگیره که شما به کسی سلام دادین. یا بعضی موقع ها آدم میخواد شاید نماز خوبی بخونه، شاید این حس رو بکنه که باز بزرگوار میگفت، میگفتش که بعضی موقع ها من حس میکنم که خدا میذارم حسی که فرض میکنم حضرت ظهور کردن، من آمدم در مسجد و حرام و اقتدا دارم میکنم به حضرت. خلاصه این در واقع بحث ها مثل قدر ناشناخته، اینو آمد بیارم توی زندگی خود. یکی از معناهای در واقع قریب خلاصه این هستش که قدر حضرت رو ما نمیدونیم. یکی از در واقع معناها این هستش که حضرت از یاد رفته هست، یعنی خیلی مقاطع افراد اصلا یادشون نمیدن. اولین که قدر حضرت رو نمیشناسن، دومی که یادی از حضرت، سومی هستش که در روایت هم اومده که امام علیه السلام محجورن و تشبیه کردن امام به بئر معطله، یعنی این که در واقع فرض کنید یه چاه آبی که خیلی هم زلاله ولی ازش استفاده نمیشه و در واقع محجور بودن امام هست. باز بقیه ائمه تقریبا همه البته به نوعی جو گفتش که درصدی از این قربت رو داشتن، ولی واقعیتش همه اینها در
حد کمالش میشه به وجود مقدس امام حسن علیه السلام جمع شد. معنای دیگه از قریب که من به حسابش اشاره بکنم دوری از اهل در واقع دیاره، که در واقع حضرت اون زندگی طبیعی خودشون رو ندارن در واقع بین اهل و در واقع فرسونی که بستگان و یاران راحت زندگی نمی کنن. و بعد نفسه آخر البته معانی دیگه هم هست، بیار و یاور بودن امام هست. ما تو روایات داریم البته، حالا روایت جالبی است که امام صادق علیه السلام می فرمایند، بذارید از رو برای شما بخونم، می فرمایند قطعا صاحب این امر با غیبتی است و قطعا در غیبتش کنارگیری از مردم خواهد داشت. و بعد در و میتوان و مدینه چه محل سکونت خوبی برای ایشان است و از 30 نفر ترسی نیست. در واقع حالا روایت شبیه این رو هم داریم که در واقع فرمودن که حضرت در دوران غیبتشون با 30 نفر مأنوس هم، این 30 نفر کارگزاران خاص حضرت هم. و حالا زیل این روایت علما نظرهای متعددی دارن. برخی هم معتقدن که مثلا در هر زمان 1 نفر هست، مجموع اینها 30 نفرن، یا برخی که حالا شاید مشهورتر باشه معتقدن که در هر دوره و زمانی 30 نفر مأنوس حضرت هستن. ولی باز به هر حال اون قربتی که در واقع حضرت اگر ظهور داشتن در این دوران اعوانشون بودن، این که از چیزهای چیپیست که در واقع وجود داره. چند تا نکته رو به صورت پراکنده ولی در قالب یک پازل من نخوام بیشترم شاید اعتقادی باشه نسبت به وجود مقدس امام هست میخواستم بیان کنم. یکی این هستش که به حال اینایی هم که من میگم بدون مطرح کردن شبهات پاسخ یه سری شبهات، چون تو جلسه قاعدتا ما بخوام شبهه رو مطرح کنیم و بعد پاسخ رو بدیم وقتا فرصت نمیشه، من پاسخ ها رو بیان میکنم. حالا اونایی که احتمالا شبهه پشت رو میدونن احساس خواهم کرد من بشه چیز رجوع میکنم، اگر هم ندونم خود اون رو به عنوان یک فکت اعتقادی میتونم استفاده میکنم. نوع و خاص حضرت در زمان غیبت صغرا ممکن بود که در واقع اعلم زمانشون نبود باشن. ما شاید در واقع به نوعی اشاراتی در این خصوص داریم، اما نکته‌ای که وجود داره از خطا و اشتباه قطعا مسئول نبود، اما به خاطر شأن نیابت به سفارت خودشون که از سمت امام عصر داشتن، اگر نظری رو در اون امور دینی بیان کنن اون قولشون واسه ما حجت شرعی است. بنابراین اگر یک دعایی رو مثلا بیان کرده باشن که ما داریم، مثلا فرض کنید که از نواب امام عصر علیه السلام اومده که مثلا فرض کنید از عثمان بن سعید اگر اشتباه نکنم دعای معروف مثلا اللهم اعرف نفسك، اینها که سید ابن طاووس مثلا می فرمان که در واقع بعد از نماز عصر جمعه تاکید کردن حتما موقع خونده بشه، اینها در واقع بر ما حجت شرعی است. این که دارم تاکید میکنم حجت شرعی است چون باز ازالوی پشتش بیان شده. و البته نکته ای که در ادامه این میخوام بگم این استش که اگر تشرفاتی بعد از در واقع غیبت صغرا امام عصر اتفاق افتاده بشه و خیلی از اونها ممکنه صحیح باشه، اونها حجت بشه که در مورد این صحبت خواهیم کرد. در زمان غیبت صغرا البته به جز نواب امام عصر علیه السلام، نواب چارگانه حضرت در واقع یک وکلایی هم تو شهرهای مختلف داشتن که البته از اونها هم چیزهایی نقش شده، مثل مثلا فرض کنید که محمد ابن ابراهیم ابن محلیا یا احمد ابن اسحاق، یا فرض کنید اولی در حواز بوده احمد ابن اسحاق در قم بوده، اینها وکلایی هست. اما روایتی باز از اونها هم داره، شاکلی اعتقادی ما رو برخی از این بزرگواران حتی تشکیل میدن، یعنی صرفا نواب خاص حضرت نبودن که در واقع ازشون چیزهای نقش شده، از این بزرگواران هم نقش شده. و اینها چون توی در واقع سلسله رجالی ما جزو تابناک‌ترین افرادی که هستن و در واقع هم عصر امام عصر علیه السلام هم در واقع در زمان نواب هم محسوب میشن، برای این حجیت کلام ها برای ما خیلی زیاد هست. البته میدونید که در واقع 6 روز پیش از وفات نایب چهارم حضرت توقیعی رو دارن تو اون میفرمان که غیبت کبرا در واقع فقط واقع اطلاع غیبت تامه که معروف هست اون در واقع ایجاد میشه. و نکته ای که تو زمان غیبت کبرا هست، شاید یکی دو بارم ما تو جلسات کانادا با همدیگه بحث کردیم، دوستان مثلا شبهی که میکردن این بود که
مثلا ما روایتی داریم که امام عصر وقتی ظهور می‌فرمایند دینی رو میارن یا احکامی رو میارن که از دید در واقع مؤمنین اون زمان خیلی متفاوت، و این باعث میشه که ما شبهه و شک بکنیم در آنچه که الان داریم. در واقع با این در واقع صحبت میخوام روش فقها رو تو زمان فعلی در واقع محل بحث قرار بدم. تو این مفصل یه دور بحث کردیم، الان نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی الان صرفا میخوام به بهانه اون یک روایت به شما بخونم. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که ما در زمان پیروز کبرا وظیفه‌مون چیه؟ حضرت فرمودن که اگر آن زمان فرا رسید، پس آن چه به اصطلاح در اختیارتون هست بهش تمسک کنید تا امر براتون روشن بشه. ما روایت شبیه این زیاد داریم. حالا در بکران آقای تلویزیونی فرمودن که اونها رو داکیومنتش خدمتون بفرستیم که من اینها رو توی ورد فایلی دارم انشاءالله خدمتون ارسال میکنم. و روایت خدمتون میکنم همه سنداش رو ذکر کردم، الان مثل این که وقت محدودی بهشون اشاره نمیکنم. چند روایت شبیه این رو هم من اونجا خدمتون عرض کردم که در واقع ما امر شدیم به آنچه که در اختیار داریم ولو ناقصه تمسک کنیم و این بر ما حجت. و البته معمولا تو تمام اون روایات توصیه کردم که این تا زمانی است که امر برای شما روشن میشه. حالا وقتی روشن شد ما فهمیدیم که عرض کنیم که یه چیزی متفاوت بوده با اون چیزی داشتیم، خب حجت تا اون زمان یادتون باشه ما معنای حجیت رو مفصل کننده با هم دیگه صحبت کردیم که ما از ذریت و منجزیت بود. این روایت هم در ما منجزه و هم مؤثر خواهد بود. نکته دیگه که نکته مهمی است و من مختصرا اشاره میکنم، اگر وقت شد به بهانه دیگه ای مفصل در وارد خواهم شد، ما روایاتی داریم که صراحتا فرمودن که قبل از خروج سفیانی و وقوع سیده آسمانی که این دوتا از نشانه های محتومه قبل از ظهور امام حسن علیه السلام هست، فرمودن هر کسی ادعای مشاهده بکنه دروغ‌گوست، ابو کذاب با کلمه کذاب میبنم کرد. که البته اینجا سوالی که ممکنه مطرح بشه این استش که خب ما علمای زیادی رو داریم که از فقهای طراز اول شیعه هم بودن و اونها در واقع خودشون مستقیمن یا ارز کنن که در نوشته هاشون یا در کلامشون بیان کردن که ارتباط با امام عصر بشن، که حالا برخی از اونها رو احتمالا دوستان خیلی مشهور میدونن. و در واقع حالا سوالی که اینجا مطرح می شود این استش که یه همچین در واقع بیاناتی از بین علما با این روایت چگونه جمع میشه؟ چون تو این روایت فرمودن که هر کسی که ادعای مشاهده کنه کذاب نبود. نکته ای که حالا این بحث خودش یه مقدار تفصیلی است، من نتایج بحث رو میگم، باز اگر نیاز بود شاید در بخش پرسش و پاسخ یا حالا اگر نیاز بود تو داکیومنت من باز بیشتر توضیح بدم میشه بحث کرد. این تکذیبی که اینجا اتفاق افتاده دو معنا داره. یه معناشو اینجا میگم، یه معناشو عرض کردم در بخش بود. یه معناش این استش که ما در واقع اینجا منظور از کسی که ادعا میکنه در واقع فردی است که در واقع به نحوی خودش رو نایب حضرت، وکیل حضرت، سفیر حضرت یا پیام آورنده حضرت در واقع میدونه. یا نکته ای که خیلی علما بهش اشاره کردن، گفتن منظور از این کذاب کسی است که ادعا میکنه به اراده خودش میتونه با حضرت ملاقات کنه، یعنی در واقع یک ارتباط دو طرفه داره. اگر کسی همچین ادعایی بکنه که ما در تاریخ از علمامون نداشتیم کسی همچین ادعایی بکنه، این فرد رو تکذیب. نکته دومش رو هم میتونید همینجا بگم. نکته دومش در واقع فرمودن که منظور از این کذاب بودن این استش که در نکاتی که اون فرد میگه هیچ اثر شرعی مترتب نمیشه. یا حالا در واقع اگر ما از جهت مصداقی هم نگاه بکنیم، ما عالمی از علمای طراز اول نداشتیم که ادعای به صلاح تشرف بکنن و بعد از سوی اون یه حکم شرعی برداشته باشن، ما همچین چیزی نداریم، یا مخصصی و فقه ما مثلا برداشته باشن. بنابراین این ادعای تشرف جنبندی من از خود ادعای تشرف به ما و ادعا مشکلی نداره، ولی دروغ دانستن اون فرد به این معناست که ابتداعا اگر کسی فراتر از آن چیزی که در واقع به نظر میاد که ما اجازه داده شده ادعا بکنه، یعنی با میل و اراده خودش خدمت حضرت میاد، اون قطعا کذابه. و اگر کسی با استفاده از این تشرف فقط استفاده فقهی یا دانشی بکنه
و در واقع انجام بده. ممکنه بر خودش حجت باشه ولی مطلقا بر کسی دیگری حجت نخواهد. خب عرض کنم که این یه نکته که میخواستم در این خصوص خدمتتون بگم. برای خود من کم و بیش از این طرف و اون طرف در مورد تشرفات چیزایی حتی کتاب هایی نمیشه جمعه. و البته اصل این چیز مثبتیست به خاطر اینکه هم در واقع افراد به نوعی احساس جدیتری به حضور حضرت پیدا میکنن و خیلی ما آدم قبطه میخوره از کلامی که فرض کنید که از بزرگان میشنوه که ما بزرگان داریم که از فردی پرسیدن که همین روایت رو بهش عرضه کردن گفتن که این کسی که میگن مشاهده میکنه کذابه، ایشون تایید میکنه که بله همچین روایتی هست. بعد میتونه که سرشون انداخت به کانسیدی وحیدیون سرشون میده پایین میگه چطور مثلا کسی ایشون رو نبینه که حضرت منو به سینه خودشون کسیم. وقتی یه همچین چیزهایی رو آدم میشنوه موقعیتش دست بر سر خودش میزنه و این مقدار انگار انگیزه میشه برای خودش. این روایتی که میفرمایند سی نفر مأنوس حضرتن موقعیتش این استش که خواب رو از آدم بعضا میگیره که یعنی واقعا این سی نفر چه کیفی دارن میکنن، یعنی نمازهای جماعتشون با امامشون دارن میخونن و ما از اینها محروم. این هم جنبه هایی از محرومیتی که شاید آدم به برخی از این روایت دقت بکنه اون حسرت برش در واقع ایجاد میشه. بنابراین ما در واقع دکون دستگاه به قول معروف نمیخوایم جور دکون، میخوایم از این محمل هایی که خیلی هم محدود بوده البته اونهایی که در حال قطعی است و از علمایی که معمولا فقه های طراز اول ما بودن مثلا خود سید ابن طاووس و مرقومی که وصف پسرش میمیسه آخرش میمیسه که حالا من مضمون میگم این جمله شدم نیست شون پسرش میگه که پدر تو امام عصر رو مثلا فرض کنید خورشید میشناسه و میبینه حالا یه همچین تعبیری اینه اینقدر برای من روشن میشه. و آدم وقتی اینها رو در واقع ازش اطلاع پیدا میکنه یه جوری انگیزه ای از خودش پیدا میشه که بتونه کامهای حداقل اپسیلونی در این جهت در واقع برداره و اون حضور رو انگار بیشتر حس میکنه. شما اگر حس بکنید که امام اثر اصلا حضور دارن و در واقع به معنی واقعی کلمه از فراتر از این کلمه هست بریم، این که واقعا حضرت الان دارن یه جایی هستن دارن زندگی میکنن و برخی از افراد هم صحبت میکنن و الان حضرت بخوره که شاید اونجا نیست، شاید تو دعاش بگه خدایا قبل از فوت من یک بار من این فرصت رو بدی که با علم ببینی که حضرت من وقت دعا میکنم دوستر ایشون نماز کنم. اینا واقعا میتونه دعاهای ما رو تغییر میده. ما بعضی موقع ها حضرت رو علارغم اینکه این دین ظاهرا هستن واقعیتش اینه که در قلب ما دور میدونیم، یعنی اون حضور جدی که حس میکنیم رو شاید در واقع در عمل در ما رخنه نکرده باشه. نکته دیگه اعتقادی که این برش خیلی چیزای جدی مترتبه ولی خوبا من فرصت این صحبت بکنیم، بر اساس روایات غیبت امام از خواست جدی و حکم قطعی پروردگار. ما تو روایات خیلی روشن داریم که در واقع غیبت امام از لکنه غضب خداوند بر امت و غضب به معنی که خداوند بر عدلش با امت داره در این مورد خاص عمل میکنه و موارد دیگر رو که با فضل دیشن پروردگار عمل میکنه، ولی در مورد خاص غیبت امام از مبتنی بر عدلش داره. اما مثلا روایت بین از امام باقا علیه السلام که ایشون میتونه که وقتی خداوند متعال بر آفریده های خودش غضب بکنه ما اهل بیت رو از مجاورت با اونها دور میکنه. این توی سوره کافی کتاب الحجه در واقع هستش. در واقع اینجوری هم باید به قضیه نگاه بکنیم که این چون این اینو که دارم میگم دو سه تا شبهه ای هست که خیلی هم روشن فکران دارم بیان میکنم که ما رو نمیخوام مطرح بکنم، ولی واقعیت هم هستش که غیبت ابتداعاً حکم قطعی خداوند و به نوعی در واقع مبتنی بر اون عدل خداوند نسبت به بندگان. حالا اینکه بندگان بعد در این خصوص چیکار بکنن خودش بحث مفصلی است که میشه در موردش صحبت کرد. نکته دیگه‌ای که شاید ما موقعی که یادتون باشه قبلا تو بحث عقل و دین داشتیم بحث می‌کردیم و بحث در واقع علت و حکمت احکام رو صحبت می‌کردیم، من اونجوری مثالی در مورد غیبت امام عصر زدم. ما روایت زیادی داریم که میفرماین حضرت قایب است به این دلیل، حضرت قایب است به دلیل A، به دلیل B. مثلا فرمودن که حضرت قایب هستن چون میخوان بیعت طاغوتی برگردنشون باشه یا در واقع به خاطر حفظ جانشون یا دلایل دیگه.
نکته بسیار مهم اعتقادی این استش که اینا هیچ کدوم حکمت اصلی غیبت واقعیتش نیستن و در واقع اینها در واقع علت اصلی غیبت نیستن، اینها صرفا حکمت هایی هستند که و اثراتی هستند که به دلیل غیبت بر اون مترتب میشه. این درستش اینه که بگیم که یکی از نتایج غیبت اینه که بیعت طاغوتی در گردن امام عصر نیست، ولی اینجوری گفتن که بگیم علت اصلی غیبت امام عصر این است، این به نظر میاد که درست نیست. کمان که روایتی داریم تو کمال الدین هست، حالا اتفاقا شاید لیست کتاب هایی که بعد نمیشه دوستان با توجه به اینکه الان اکسس به کتاب ها خوبه دوستان بگیم، مثلا کمال الدین یکی از اون کتاب هست. امام صادق علیه السلام یک کسی میان خدمت امام صادق شروع میکنن از حضرت سوال میکنن راز غیبت، چرا غیبت اتفاق میفته؟ حضرت جواب میفرمان مصلحتی هست اینا مجاز به گفتنش نیستن. بعد اون فرد شروع میکنه اصرار کردن، حضرت شروع میکنه مثال میزنه واسه ایشون، میگن که من مجاز نیستم چنان که راز شکستن کشتی یا کشتن جوان و تعمیر دیوار به دست حضرت خضر قبل از اینکه در واقع جدایی موسی از حضرت خضر اتفاق بیفته اون روشن نشد و اون زمان این امر غیبت هم از اسرار الهی است که زمان ظهور رازش بر انسان ها در واقع مکشوف میشه. یادتون باشه تو بحث کربلا هم ما اینو مطرح کردیم، ما روایت دیدیم که در واقع دلیل اصلی امام حضرت زمان در واقع ظهور در واقع معنا و مفهومش مشخص میشه و بقیه این چیزهایی که در واقع داریم بحث میکنیم داریم حکمت های. بنابراین وقتی داریم در علت غیبت صحبت میکنیم بعد این مقدار محتاط باشیم که حداقل تو بیانمون این نکته رو دقت کنیم. یه بشارتی هم به مؤمنین زمان غیبت دادن، روایت زیادی است، یکیشون از امام سجاد علیه السلام میفرمایند که همانا اهل زمان غیبت نحوی ما، حالا من به مضمونش اینجا میگم، که اعتقاد به امامت ایشان دارند و منتظر ظهورشون باشن از مردم همه زمان ها بهترند، زیرا خدای تبارک و تعالی چنان عقل و فهم و معرفتی بهشون عنایت کرده که غیبت برای آنها به منزله دیدن حضور است. که این بشارتی برای ماست علی‌رغم تمام اون محال شاید تو سرزدن هایی که ما چند دقیقه قبل خدمت دوستان گفتیم، این شاید یک بشارتی باشه برای ما که انشاءالله بتونیم به سمت درست و صحیح بریم جلو، بتونیم انشاءالله مشمول این روایت بشیم. نکته بعد این هستش که آیا ما مجازیم یا به ما توصیه شده که برای دیدار امام عصر دعا کنیم؟ اینم بحث جالب و مفصلی است، من خلاصه‌شو خدمتتون میگم، روایت زیادی هم هست که الان با توجه به وقت دارم نگاه میکنم نمیرسم بخونم، خلاصه‌شو بگم. ما در واقع توصیه شده که دعا کنیم. اول نکته این هستش که ما نباید زیارت حضرت معنی دیدار روی ایشان هدف اصلی ما باشه، بچه یکی از آمال آرزوهای ما هست. حتی مثلا پرد فرمود که کسی خدمت نائب خاص دوم نائب امام میره و یا آمدن خل میشن خواهم حتی ببینن، در واقع ایشون میگن که خدا این شوق از تو بپذیریم، همین که شوق داری خودش اجر برن و دعا میکنن که خداوند در واقع سویات امام رو به تو نشون بده، ولی میگن که باید مثلا در واقع صبر بکنی، این غیبت از احکام قطعی الهی است، ولی میتونی حضرت زیارت بکنی. در واقع ما توصیه شده یک، اولا شوق دیدار امام رو داشته باشیم، براش دعا بکنیم و بعد در واقع حضرت رو زیارت بکنیم. ما زیارت هایی داریم که برای حضرت وارد شده توی مفاتیح مثلا آشخاباز، توی در واقع اعمال سرداب در واقع سامراء در واقع دارن، خود حضرت در واقع زیارت آل یاسین رو در واقع از طریق نهایشون بر ما در واقع مکتوب کردن، حتی ما سید بحرالعیون یک غسل مستحبی رو بیان کردن برای دیدار امام زمان. شما میتونید غسل مستحبی کنید، نیتتون باشه که میخواید امام عصر علیه السلام رو زیارت کنید، که تو نجم الثاقب و مکیال مکارم در واقع من اینطور در واقع ریفر دادم که دوستان بتونن مراجعه بکنن. بنابراین اولا ما خب زیارت رو معمولا نسبت به ائمه که در واقع امام عصر ما نیستن و به شهادت رسیدن و حالا اجرت ظاهری در دنیا حضور ندارن نسبت به اونها میدونیم، ولی واقعیت زیارت نسبت به امام عصر هم یکی از در واقع مثلا نکات خیلی جدی است توی دایره معرفتی ما و همطور که عرض کردم شاید
یکی از چیزهایی که خیلی هم خوشبختانه معروف شده بعدش استفاده میکنه همین زیارت آل یاسین هست که در واقع در توقیع خود وزیر مبارک امام عصر در واقع یاد داره. نکته در واقع دیگه که میخواستم در واقع در این خصوص صحبت بکنم این استش که گفتم اونایی که در واقع تشرف پیدا میکنن صحبت هایی که میکنن حجیت نداره. این حسین عرض میکنم که تو برخی از کتب در واقع مثلا میگم این کار رو فلانی گفته باید انجام بدیم و خب اینها عملا در واقع بسی ما حجیت نداره. مثالی که تو فقه میزنن این گونه است، میگن که مثلا اگر کسی مثلا واسه دیدن هلال ماه شنبه باید شهودی عادل این رو در واقع شهادت بدن، حالا اگر یه نفر این رو بکنه در واقع شهادت بده ما اون رو نمیگیم کذابی تو، ولی او بر ما مثلا حجیتی نداره، در واقع ماه شنبه بر ما در واقع ثابت نخواهد شد. در مورد این هم به همیشه نکته دیگه در واقع بحث این هستش که بخواد من یه نکته ای رو از سید ابن طاووس بخونم. ایشون وصیتی به فرزندش میکنه که وصیت واقعا خیلی جذاب دوستان بخونم و توی بخشی از وصیت اینم شاید یه خورده اخلاقیه میفهمن که من قول و عمل بسیاری از مردم رو تو جهات مختلف متفاوت دیدم. یکی از جهاتش اینه که دیدم آدم ها وقتی بنده یه اسبی درهم دیناری رو در واقع میکنن خلاصه فکر و خیالشون همش فکر و ذکرشونه و اصلا باش حرف میزنه متوجه نمیشه بسن، ولی نیدم به خاطر تأخیر و ظهور این بزرگ مرد حالا تعبیرشون که در واقع اسلام و ایمان رو اصلاح میکنه کسی خلاصه ذهنش مشغول میشه و روستی که افراد اعتقاد به حضرت داره من در عمل یه همچین برداری توشون نمیدونه. حالا این نکته ایست که سید ابن طاووس فرمودن و خیلی موقع آدم خودش هم احساس میکنه اینجوریه، ولی در حال این روایت ها و این نکات اخلاقی در واقع به نوعی به افراد داره تذکر میده که در واقع این دقه کم اول جلسه عرض کردن ما چه چیزی کسر داریم و کم بود داریم که فکر میکنیم که ما به اصلاحی سمتش دارن اون خلع رو و یا اون نداشته ها رو پر خواهد. در مورد خود غیبت و تعجیل فرد چند تا نکته میگم که باز اینها مبتنی بر یه سری شبهات. مثلا فرض کنید که ما توی روایت توی یک در واقع دعایی داریم که نائب اول حضرت این دعا املا فرمودن که خیلی معروف دیگه اللهم ما مشکو الهی که فقه نبی و بعدم در مورد غیبت امام عصر اونها باید صحبت میکنم. در واقع اینجا اولا سوال این است که این شکایت یعنی چی؟ آیا این شکایت ما چیزی رو شکایت کنیم نسبت به خدا آیا این درسته یا درست نیست؟ این یه نکته. نکته دوم این استش که خب ما از اون طرف نزدیم این اقامه این سوالی برای مطرح میکنم و بعد میشه برم بهش پاسخ. ما یک دعای دیگه داریم، دعای معروفیه که از امامی مقدسه خود امام زمان علیه السلام دعای شده بود. ضمن اون دعا میفرمایم که تصبرنی علی ذلک یعنی خدایا تحمل غیبت امام عصر تحمل غیبت امام عصر و صبر حتی این جملهش مقدار شاید پدرک بود حتی لا احب تعجیل ما اخر ولا تأخیر ما اکد خدایا به من صبری بده عنایتی کن که من نخوام این چیزی که تو میخوای بکنی من نخوام به جلوش بندازی و نخواه اون چیزی میخواید جلو بندازی رو شما در واقع به تأخیر بندازید. خب اولا اون بالا گفتیم که دعا فرمودن که ما شکایت داریم میکنیم به خدا از این دوم این کنار این شکایت بذارید که ما روایت بسیار زیادی داریم که برای تعجیل در واقع ظهور حضرت باید دعا بکنیم. این دوتا رو همدیگه زمینه کنیم بذارید کنار این دعایی که در واقع داریم دعا میکنیم که خدا یه کاری کن که من نخواهم اون چیزی تو به تأخیر انداختی تعجیل بشه. من حس کنیم که شاید خوبه که این ستار رو هم یه جا ببینیم چون بعضا ممکنه هر کنیم جلو جلو ببینیم این سال پیش نیاد ولی خب دیدم که یه جایی خیلی به این شبه اتفاقا پروبال رو ببینم احساس میکنم که این دقیقه دروی تناقض تو نفهشی هست و خلاصه اگر شبهش هم بذاریم کنم وظیفه ما خلاصه چیست
یادتون باشه توی بحث دعا بازی و یعنی که بحث میکردیم با هم دیگه، گفتیم که ما در واقع توی اتفاقاتی که تو دنیا واسه همون میفته یه سری در واقع میشه گفتش که احکام تکیینی داریم، یه سری احکام تشریعی داریم. مثلا شما بچهتون مریض میشه، در واقع این به تکوین الهیست، یک چیز تکوینیست اتفاق کنیم. اولا شما وقتی بچهتون مریض شده شما ناخوشیم، ناراحتیم، اما در این حال که ناخوش و ناراحتیم میتونید ناراضی نباشید. یعنی ناراحت هستید ولی ناراضی نیستید. میکنید اون در واقع ناملایمات در اذیتتون احتمالا میکنه، بدنتون خودتون بیماری گرفتیم، بدنتون رو اذیت میکنه ولی راضی هستیم داره بیانی کنه. دیگرتون باشه شاید یه روایت رو من خدمتون بخوندن که مثلا امام صادق علیه السلام فرزندشون بیمار بودن، بعد دیدن حضرت به تکار خیلی حالشون خوب نیست، بعد داخل اتاق رفتن برگشتن دیدن که حضرت نه اینکه بشار شده باشن ولی انگار یه آرامش رو میکنه. بعد اون فرد در حضرت خواهر هم دولا بچهتون ظاهرا مثلا شفا پیدا کنه، ولی حضرت میگن نه بچه رو دنیا رفت، میگن بچه رو آرامش پیدا کردی. اما حضرت میفهمن که الان فهمیدن تقدیر مرگ اون بوده و من به این رواقه راضی هم، ولی قبلش در تکاپوی دعا برای شفا شده. تکیه که ما تو هر بلیه که غیبت امام عصر هم یک بلیه است، یک بلاست، این هستش که ابتداعا تا اون لحظه ای که ما در واقع دعا میکنیم به آنچه اتفاق افتاده راضی بشیم، دقت میکنیم، ولی برای آیندهش باید دعا بکنیم و هم دعا بکنیم هم عمل بکنیم. یعنی ما در واقع یکی از وظایف این هستش که برای فرض کنید که شفای خودمون به پزشک مراجعه کنیم و در این حال دعا هم بکنیم. این دعای به معنای نارضایتی ما از این بیماری نیست، ما راضی ایم به آنچه که خدا به ما داده، ولی در این حال خود همون خدا به ما تکلیف کرده که باید چکار بکنیم، متوسل به او بشیم. مثلا ما توی روایات قرآن داریم که بلا هست برای اینکه ما تضرع بکنیم. بنابراین ما در این حال که راضی هستیم به این غیبت تا این نقطه داریم شکایت میکنیم که خدای ما محرومیم، یعنی اون ناراحتی رو داریم ابراز میکنیم. ما میفهمیم که چه چیزایی داریم از دست میدیم، چه منافع عظیمی داریم از دست میدیم، فقط میکنیم و در این حال دعا هم میکنیم مثل آینده. یعنی رضایت به گذشته است، این که فرمودن که خدایا نخواه که من تعجیل ما اخر، یعنی که اون در واقع ظهوری که تا الان تأخیر انداختی رو من نسبت به اون راضی باشم، نخواهم که کارش زودتر کنم شما کرده بودید، قطعا خیلی توش بودید، ولی از این به بعد دعا کنم که از این به بعد در واقع این ظهور سریعتر اتفاق بیفته. نکته آخر این که در این خصوص این که شکایتی مزیون از این روایات که به سمت مردم میره، چون اگر مشکلی دارید از جهت مادی معنوی این اگر به سمت مردم شکایت میبرید و بگید این چه دنیایی خلاف این مضمونتون رو، ولی شکایت به سمت خدا بردن مصداق اون سرکون جمیلیه که در واقع عجب یعقوب هم بیان کرد. یه نکته دیگه هم بگم و در واقع دو نکته خیلی روز بگم و بعد بحث رو جمع کنم. ببینید ما مخصوصا تو 20 سال اخیر تئوری های کلن ایجاد شده ظهور امام عصر رو مشروط به سری چیزهایی هم. یکیش مثلا فرض کنمایی نسش که برخی گفتن این که جهان بر از ظلم و جور پر میشه، در واقع این افراد قلیلی هم و البته این رو به یک مهدی هم نسبت بودن که به نظر من که اشتباه اونها نسبت بودن، ولی اگه من بخوام جمع‌بندی بکنم این هستش که این که جهان از ظلم و جور در واقع پر میشود این که تکلیف آور نیست ما بیم ظلم و جور ایجاد بکنیم، این صرفا توصیف زمان ظهوره نه پیش شرط ظهور. ما یه سری تئوری هایی داریم که پیش شرط ظهور رو در واقع تعریف میکنن، 4-5 تئوری. مثلا فرض کنید آیه سروش خودش یه پیش شرط بیان کرده که مثلا یه تئوری دادن و بعد نیست دوستان با رجوع بکنن، افراد دیگه هم همینطور. اینها هیچ کنون پیش شرط ظهور نیستن، ما از جد اعتقادی پیش شرط ظهور نداریم. این پر شدن جهان از ظلم و جور هم صرفا توصیف زمان ظهور، انگار یک خبر غیبی است و در واقع تکلیف آور نیست. نکته دوم هستش که همه آنچه در مورد شرایط ظهور گفتن بدا پذیر، بحث در واقع بدا و در واقع ایجاد شدن بدا در واقع یکی از بحثی خیلی جدی توی
باعث چی از بحث یه مقدار سنگین ولی لازم است که کار انجام بشه. حالا مثلا دوستان که خودش کار بکنن و فکر بکنن، ما تو روایت یکی از این همترین مباحث یعنی در واقع شیعه هم روایت بدر توی در واقع ظهور هم همچیزی گفتن. حتی روایت جالبی است که امیران مومنین فرمودن که به شیعیانشون در واقع بشارت میدن که سال 70 بلا و گرفتاری از شما دور میشه و آسایش و راحتی میاد. فردی میاد به امام باقر علیه السلام میگه سال 70 که شد این اتفاق نیفتاد. هر دارم میتونم که بله این به خاطر مثلا حادثه کربلا این بدا شد و افتاد سال 140. به سال 140 در واقع میشد مقارنه با امام صادق و بعد میتونم ما این خدمت به شما گفتیم، شما رفتیم این حرف رو پخش کردیم و راز رو پرده برداشتیم و خداوند دوباره این رو یک زمان نامعلوم میدونم. حالا میخوام بگم که در واقع خود این ظهور در واقع بداپذیره، تمام علائمش بداپذیره و در واقع مثلا فرض کنید خروج سفیانی ما داریم، از سفیانی منم محتوم و در واقع روایت هست که 15 ماه از ابتدا تا آخرش طول میکشه، یا مثلا فرض کنید که سیدی آسمانی منم محتوم. ولی شخصی از امام جواد علیه السلام که آیا خداوند تو این بدا تو این محتوم هم میتونه بدا بکنه مثلا سفیانی معیار مثلا میتونم بری و بعد دو سه تا چیز دیگه هم فرد میپرسه بعد شک میکنیم دیگه. پس اصلا پرسیدن که خود اصل ظهور هم بلا آپذیر میشه. حضرت میفرمایند که اسم حضرت رو میارم حالا من بگم ان المهدی مثلا من المیعاد و الله لا یخلف الميعاد. این نه این از اون نیست که خداوند خلف وعده نمیکنه، ولی بقیه نشانه های دیگه عملا میتونه بلا آپذیر باشه و این رمز اون هستش که مثلا ما میتونیم خیلی از نشانه ها رو نبینیم و منتظر اون در واقع ظهور باشه. مثلا پس اون سیده آسمانی که فرمودن شب 23 ماه رمضان هست، یا اون مثلا قرف به نفس زکیه که در واقع گفتن اتفاق میفته و بعد بوده 15 روز بعدش روز عاشورا ظهور اتفاق میفته. اینها همه چیزایی است که در واقع گرچه از محکمترین نشان هاست ولی همه اینها میتونه در واقع مدارپذیر باشه. آخرین نکته، فردی خدمت امام باقر علیه السلام میرسن و میفرمون که خلاصه من به مضمون بدم میگه خب الحمدلله وقتی امام از ظهور بکنن کار خودش خود به خود انجام میشه و به اندازه الا تعبیر ایشون میگه به اندازه خون حجامتی هم خون نمیزه. از رد میفرمون که نه چنین نیست، قسم به آن که جانم در قدرت اوست، اگر قرار بود کارها برای کسی خود به خود انجام میشه قطعا برای رسول الله حتم میشه. و مثالی میزنن از مشکلات که برای حضرت بودن و در انتها میفرمایند که قسم به آن که جانم به دست اوست کارها برای امام زمان انجام نمیشود تا اینکه ما و شما عرق را همراه با لخته های خون از پیشانی خود پاک کنیم. و میگن حضرت دستشون رو به پیشانیش میکشند. این رو از این جهت میگم که تو ذهن افراد ممکن میباشه که وقتی حضرت جلو میکنه همه چی با معجزه جلو میره و ما همون پشت در واقع داریم فقط نظر اتفاقات مثبت میشیم. واقعیت شد که روایت در واقع اون سختی های اول سر جای خودش هست، من خیلی ورودی به اونها نمی کنم ولی این منافی این نیست در کار نیست. ظهور حضرت رو با در واقع جنگ بدر حتی تشبیه کردن که فرمودن که مثلا همون فرض کنید 313 نفر رو نام بردن و بعد گفتن که البته امداد الهی هم با فرشتگان هم با ایجاد روح در دشمنان ایجاد میشه. بحثی دیگه هم بود مثل بحث 313 نفر که بحث مفصلی است که آیا 313 نفر شرط لازم برای ظهورن، شرط کافی برای ظهورن. بحث جالبی است که یه فکر میکنم وقت گذشت رو در واقع به نظرم میاد که دیگه کفایت بکنه. من واقعیتش خیلی بحثم منسجم جدا نبردم، پراکنده از واقعا مباحث مختلف و مختلف مهدویت هم تو که اول جلسه مشکرمم نمیخواستم بحث منسجمی باشه که یک بحث اعتقادی رو ببریم چون یک تک جلسه بود. دوست داشتم اشارهی به مباحث مختلف واقع بشه، حالا گراهایی تو هر بحثی به دوستان بده بشه اونهایی که علاقه مندن هر بحثی مستقلا نشان ما جلو بیارم. ببخشید که مجددا وقت دوستان رو بنده گرفتم و امروش میتلف کردم. امیدوارم که برحال از روایت چیزایی رو همه آموخته بشه. خیلی ممنون دکتر، قابل استفاده بود، متشکرم.